خوش اومدید به یکی دیگر ویدیو جدید من خودمون. میخواییم با هم بریم به یه سری از کامنت های توییت دوباره ریاکت بزنیم. خیلی دلتون میخواد از این کامنت های توییت دوباره چرا، ولی ما هم میسازیم براتون. خب مهمونم داریم امروز و یک چیز دیگه بکگراند خفنشون. به خدا قابل یه کار تیمی بوده، یه کار طبیعی سولو بوده، از سولو اکشن. اگه هم دقت کنید منم بک‌گراند خودم رو دارم، تنها RGB بک‌گراندم هم لپتاپم که کیبوردش اینجوری رنگ سبد میشه. اشکال نداره امین، منم از همون یه RGB شروع کردم. اولی رو خیلی قوی شروع کردیم. میدونستید راستتون یکم بالاتر از چپیه؟ بله ما میدونستیم. هیچ وقت نمیتونستم این سوالو بگم. شرم میکردم همین که دلیل علمی براش پیدا نمیکردم. من واقعا نمیدونستم. خب دست بزن سجاد ببین بالاتر یا پایین‌تره. نه اوکی. نه اینجوری نمیشه که. اینجوری معلوم نیست. بعد اینجوری بگید ترازو بذارید اینجوری. نوشته آره چون دنیا به چپمون سنگین میشه میاد پایین. خیلی بمب. واقعا. برای اینکه وقتی راه میریم به هم نخورن و نشکنن. میگه به هم نخورن و نشکنن. این خیلی باحال بوده. معمای شما هم یکیش بزرگه، حالا چپی یا راستی نمیدونم. تو میگی؟ آره آره اینو من شنیده بودم. ببین در مورد خودمون زیاد تحقیق نکردم، ولی در مورد یعنی واقعا هست، یعنی یکی کوچیکه که ولی تفاوت جوری نیست که به چش بیاد. به دست بگیری معلوم میشه. نه دیگه چی جوری؟ تو چش به چش نمیاد، به دست میاد. میگذریم. بله واقعا باید بگذاریم الان. چی بده بگذاریم. دلیلش اینه که چپ مسئولیتی سنگین داره واسه همین افتاده و ما همه چی رو به چپ محول میکنیم. راست میگه واقعا مسئولیتش بیشتره. چرا؟ چون همه چی رو محول میکنیم به اون. یه سوالم، چرا عینک زدی؟ عینک زدی؟ چرا عینک زدم؟ چون گل کشیدم. دیشب پارسا تو تولد عینک زده بود تولدش. پدرش گفت میدونی چرا عینک زدم؟ چون گل کشیدم. وسط مجلس. بعد همه اونو بیرون کردن. واسه همین به چپ دایورت میکنیم که بهش فشار بیاد و متورم بشه. نه ربطی نداره. اینو من قبول ندارم. همه پسرها بعد از اون من یه لحظه دستم. ولی اینجوری نمیشه فهمیدا. اینو من انجام دادم. باید بگیری اینجوری اینجوری کنی. خب بعد اینجوری حالت گرد میگیریش. همونجوری که میگیری اینجوری گرد، بعد یکیشون میاد بالاتر. این یعنی تو به خودشناسی رسیدی. بالاخره خودت دوست داشتم آناتومی بدن خودم. من به خودشناسی هم نرسیدم. امشب بیبرم بیرسیم. خیلی اوضاع خیکه. یه مردیو بزنی عقیم شه، خب فکر کنم اندازه دیه یه انسان بهش پول بدی. 240 میلیون توی شورتمونه. بچم به دنیا بیاد یکی میگم عقیمم کنه پولشو بگیرم. میگه چپ بالاتره داداش، مالتا خرابه. خب تقصیر من چیه؟ کرونا گرفتی عزیزم. الهی کرونا گرفتی؟ کرونا گرفتی ایشالله دیگه. نه اسم حاملگیه فکر کنم. اشما عوارض این نوع کرونا تازه 9 ماه بعد گرفتنش خودشو نشون میده. اسم من رو انتخاب کرده واسه کرونا. کرونا کوچولو. 9 ماه دیگه کرونا رو با هم بزرگ میکنم، برام رانی خریده بخورمش. این جمله دارکه. خب اهمیت ویلگول رو اینجا میفهمی. چرا؟ برام رانی خرید بخورمش. برات رانی گرفت بخوریش یا برات رانی گرفت بخوریش، اینا خیلی با هم فرق داره. ایهام ای. اینو میتونی برام معنی کنی؟ شعر. خب امروز من حافظ رو باز کردم یه شعر رو بهش برخوردم. من یعنی ببین شد فیوریتم. این مصرع رو برام معنی کن. میگه بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدا را میکرد. میشه ببینم؟ نه ببین دقیقا همینو نوشته. بیت قبلیشم گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، آن روز که این گنبد مینا کرد. این معنی کی داد یعنی کی داد؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد، یعنی ناشتیر گنبد چه کسافت کاری میکرد. نه تو همین بذار منم یه چیزی پس حالی که بحث شعر شد بگم. میگه بگذار عشق خاصیت تو باشد، نه رابطه خاص تو با کسی. نلسون ماندلا. الحمدلله
آقا من اینو الان نمیفهم، میگه انقدر میذارم تا عادی بشه. این خط چشه رو میگه الان این شبیه نیزه است. چرا اسیر شدم این دیگه چی بود؟ فاله اسیر شدیم این دیگه چی بود؟ این خط چشه نقطه باشه تلفزیون چی کار میکنه؟ آسیا تا اینجا کشیده آخه، هرچی بوده از جلو اداره برق قوم هم رد شده. یه هر دوتاشو ادامه میدادی یه خط استوا دور سرت راست میگه. پسری که تو این ابعاد واسه خودش و خواهرش پاستا میزنه چیه؟ امیر جان تو این ابعاد واسه خودش و خواهرش دیوان خیلی زیاده. به من قرار بگی خواهر. حجمش متاسفانه مشخص نیست، از دستم در رفت، اندازه کل محل درست کردم. خواهرش آره جنگ گارپیل چه نوستالژیای اومد والا. آقا مامانم یه ناخن لاک خورده تو خونه پیدا کرده، کلید کرده این مالکیه. سه تا پسری میگی یالا داداش بالاخره اینجور موقع باید دیگه یکیتون گردن بگیره دیگه. بهترین دفاع حمله است. تا اومد باز شروع کن شما داد و بیداد کنید تا مغلطه. بگو خونه مال ما نیست، شاید کار باباته. بگو برای رانندگی برای اولین بار شعله زرد پختم. شعله خیلی زرد. آروم باشید بچه ها، برنجشو خراب کرده، میخواد به اسم شعله زرد به خورده شوهرش. هیچ وقت فکر نمیکردم بتونم برای همیشه اکسمو در کنار خودم نگه دارم. کربه چیه؟ یعنی اکسم کربه، مثلا میگه اکسم گوه عوضی فلان، میگه اکسم کرم دی ان ای از اکسم باز کرده. آقا سال 2020 دیگه میشه با کرم رل زد. من خودم الان با یه کفش زک تو رابطه هستم. واقعا شما جنس بود. وقتی دوستم شب خونه ماست، دوست پسرش بهم پیام میده، زینب همه زندگیم پیشته، مراقبش باش لطفا. انگاری زینبش فرستاد خط مقدم. خط مقدم که بهش بگو زندگی داره میخوابه، تو هم کف مرگت. ببین پسر خیلی باوشه، خیلی ها میدونن دوتا رفیق وقتی یه جا باشن رابطه رو تحلیل میکنن، گنگکاریات رو مرور میکنن، آخرش نتیجه میگیرن چه بلایی سرت بیارن. این شخص اومده سرمایه گذاری کرده که اینا آفرین قلب قلبیشن، اگه حرف هم قرار بزن راجع به خوبیاش بزن. یعنی پسره یه شگردی پیاده کرده، گفته این که خوبه دیگه. پسره به دوست دخترش داشتیم که پیام داده گفته سلام به همگی، بعد دختره گفته واسه سلام به همگی، گفت آخه من که میدونم الان اسکرین ما رو میبری به دوستات داشو بیدو برم. گفتم سلام کنم به همشون. یک های زندگیم برمیگشت به موقعی که اینو نیده بود. اگه تو هم از بچگی تو کف مرغای تاموجری بودی بیا با هم. آخ اینو من داشته خودم فکرم همه داشتن همیشه بهش نمیرسه. بعد این میرفت از توی یخچال برمیداش، خب اینجوری میکرم میورد شروع میکرد خوردن. بس من هم بذاری توی یخچال نمیتونی بخوری. آفرین. و یه چیز دیگه هم این بود خیلی راحت میکرد مثلا رونه مرغ، من سعی میکردم مثلا توی واقعیت بیام همین حرکت تو بزنم مثلا نمیشد، استخونه در بیورد. آفرین. مثلا گوشته یا میومد تو دست دارم من تو کفه اینم یا اون استیک همش سگ دنبال. آره 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 من اونم دوست داشتم بخورم. من تو کف استیک بیا اینو دیدم گفتم وای بوم بود. اینو نگاه کن، یه هری پاتر فکر کن. آره 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 مرز هاگوارتس. پشمام غذا رو نگاه کن. اینا اینا البته اینا رو من فقط چند قسمت شدیدم دیگه، سنم اونقدر کفاف نمیده. من همشو دیدم. زخم خورده های اعلام حضور کنن میتونه باعث کاهش اندازه حالت تناسلی ها داداش. دو بار گرفتی، دو بار اونا نه یه بار تأثیری داشته باور کن. تازه اتفاقا دفعه آخری هم اومد به من گفت سجاد خیلی دیگه دارم درد میکشم که خیلی بششم. اینو گفتم ولی قسم میخورم هیچ تأثیری رو نداشت. و اونه جهید پسر رو جور شد گرفتم انقشی رو بعضی هم کاملش هم مثل نسبت. چه انتظارهایی دارم بابا، دوست ندارم ادعا داشته باشم. خب بلش کن بر حرفی سکوت. یه شیر برای ثابت کردن خودش نیاز نداره قرش کنه. اشته داداش این برای کسایی که اندازه‌شون در حد کوتاه شدن هست، مال ما کوتاهش دیگه چیزی ازش داریم یه جوش میمونه. من تا حالا 6 بار گرفتم دیگه، کلا فکر کنم دختر شده ای روزگار. همش تفسیر چینیه، خواستن همه رو اندازه خوشون کنن. راست یا این چیزی داداش کجا میدی؟ راست بسی که خیلی میدیدی. خدا رو شکر من تا حالا نگرفتم. چه جنی از خانوادتون بهتون ارث رسیدی که ازش متنفرین؟ دماغم از پدر همین الانم از پدر بزرگم تشکر میکنم. نه پول گذاشت نه زمین گذاشت، البته یه چیز خوب گذاشت ولی عوضش یه چیز بدم گذاشت برام. ببین من یه دماغ عربی خوشگل دارم، موهام پرپشته، خداشون موهام میزنم فردا در میاد تمام، ولی یه جا مو نداره و این من خیلی میدونم کجا مو نداره. تمام گفت
فرقه امیر یکی از خودم این عکس گرفتم ولی برای من خوبه خدایی این آره حاجی در مقابل این آره هیچی هم به خانوادم نرفته و ارسی نیست گاهی شک میکنم نکنه واقعا این پرورشگاهی دماغ شاکی هم رو این دماغ خدایی عرق کردن کف دست چیز خوبیه که شاید الان به کار نیاد ولی یه جایی به کار بیاد که اصلا فکر شب کنی اون جایی که توفکم میاری برلین پشمان پاسور اینا چی داری میگی؟ پاسور چیه بابا کارته خب مشهدی ها بشه بیا پاسور فوتبالی ها رو ما شیشتایی حساب میکردیم مثلا یه سری کارت ها میگودیم این شیشتاییه منم مثلا علیدایی و علیکربی و همیشه میگفتم اینو مثلا من 5 تا 6 تا کارت بگیرم آفاید آره بعد با این بازی. یه بازی دیگه هم بود بانکی بود گفتیم اینو هر کی چپ کنه همه رو میبره حالا اونایی که یادشونه تو کابتا بریسه خیلی پاسور بازی کردم اینجای دستم همه پوس پوس میشد از بس تو آسفالتا بازی میکرد میگه چقدر نوستالژی داشتین شما نوستالژی ما فقط توپ پلاستیکی دولایه بود ولی اون موقع همه با هم بازی میکرد چقدر سرش دعوا میکردن راست میگه چه زود دیر شد خیلی خوب من همه پولامو کارت زدم از اینا بدتر معتادیش میگی چی بود اون پولایی که برای شب برره میبری دقیقاً ما پول واقعی میدادیم پول برره میگرفتیم خیلی بد بود بعد با میسم سر کوچه هم دیگه خفگی پول بده ما آب خوریمون با میسد مبصره میذاش آب بخورید میگفتش که پول وعده پول برره پول برره میدادی میذاش آب بخورید امیر تو یادت چند تا از این کارتا جمع کرده بودی حاجی همه رو من یه سای کارت داشتم نه تو چند تا زیادی شد سرقت کردم یه مقداریشو بردم یه مقداریش هم خب سخت بود تو از منم گرفتی تو از منم گرفتی ولی بازم آقا شبی که رضا زاده قهرمان جهان شد تو وزنه برداری یادت اون شب من لیلی کردم من جوگیر شدم اینم جوگیر شد کارتا اونو لیلی کردی فردا پول نشیم کارت بخریم من مجبور شدم کاری بکنم که نباید میکرد تو میدونی چند تا داشتی من دقیقاً عددش رو یادمه هولوش 400 تا فکر کنم 340 تا یا 350 تا داشتی دقیقاً عددش رو یادمه بله من 500 تا کارت داشتم بعد به من گفتی پورتاتو بده بابا منم رفتم هرس دیلی کرده یادته بلی. همه بچه‌ها هم اومده بودن دور من اصلا حس گنگی بود یه ساعت کارت بازی میکردم بعد بابام میومد از سر کار میدید دارم کارت بازی حالا همه رو برده بود مثلا 200 تا کارت دستم بود داشتم بازی میکردم یه دور میزد پس کلم کارت ها اینجوری میگه پرت میکرد منو میبرد تو خونه بعد من فرداش میمدم به دوستم میگفتم میشه یک دونه کارت بدی با هم بازی کنیم اگه بردم یک دونه تو پس میدم حاجی همینجوری هم بردمش بعد میباختم بابام میباد تقیه دارو میزد دوباره فرد دوباره همون دستم من هیچ وقت نمیرستم چجوری باهاشون بازی کنم ولی همه از اینا داشتن یه سریان پولدار بودن فقط داشتن ها یعنی فقط میرفتن میخریدن بازی نمیکردم باشه ما سر خون و میگم اینجا دیگه کم کم تاولاش میزدیم ما لیگ لیلی داشت لیگ نمیدونم فوتبال داشتیم لیگ کارت بازی داشتیم ببین هیچ لذتی به لذت آمپول بازی با دختره همسایه نداره ما همه سیبیل بودن دورمون جدی همه سیبیل ما شانس خوبی نداشت پسر با پسر آمپول بازی میکردیم ولی دختری نبود بیله دختر بود ولی شانس بده و من همیشه نگهبان در بودم هیچ موقع دکتره نمیشدم واقعا اسطوره تو واسه من میگه شاید شما یادتون نیاد ولی یه زمانی ما با اینا متوجه میشدیم که کسی میخواد زنگ بزنه راست میگه حاجی یک دقیقه یا دو دقیقه زودتر اینا نویز میگرفتن آره بغل تلفن میذاشی نویز میگیره ایوا ما چرا هنوز از اینا تو خونمون داریم پشو تازه بابا روش کار کرده فلش میخوره فلش میخوره کار کرده فلش میخوره یارو نوشته خواهش میکنم بابا تو با من آشنا کن اسم گاوایی که در تایی این مشارکت داشتن رو روش نوشته پشمو فکر کن اسم ساب کارخونه رو هم نوشته باشن یولیا فکر کن اسم دوست دختر یولیا باشه بعد اینو بخری بعد بهش بگی بابا دمت گرم یولیا محله رو داری شیر میدی بیشتر های قرار پا به من شیر بدی ازش دیدم فقط به نظر من خیلی کیوت بود یعنی گاوای ایرانی مگه چشون از اینا کمتره که نباید معروف بشن شاید اون گاوا راضی نباشن کسی که شیرشون رو میخوره اسمشون رو بدونه ولی ما باید بدونیم داریم شیر کیو میخوریم خیلی گاوا از تو زندگیش آدم باید بدونه شیر کیو میخوره به نظرم باید شماره کارت گاوا رو میذاشم مستقیم از خجالتشون در بیایم فقط میخوام بدونم اون فانی چطور گاوی بوده که اسمشو فانی گذاشته اون گاو فانی بوده و برای گاوای دیگه جوک میگفت دیگه چی امیره این گاوه امیره
چون شادی برای گاوا باعث میشه شیر تازه‌تر و قوی‌تر و قوی‌تری بره. دوستم برای دوست پسرش دعا نوشته که فقط با اون راست کنه. میگه چطور روش شده بره به دعا نویسه بگه فقط با من راست کنه. مثلا من اون دعا نویسم چی از من میخوای؟ میخوام دوست پسرم راست نکنه. گل بابونه رو بگیر با شاش سگ خودی کن بریز تو چای دوست پسرت دیگه نه برای تو برای هیچ احدی دیگه راست نکنه. دوست پسرش چرا هرچی فیلم میبینم ما اونم راست نمیشه. حالا اگه برعکس کار کنه تکلیف چیه؟ یه اشتباه یه نقطه اون وسط. من دوستم رفته پیش دونویس که اکسش برگرده، اکسش برگشته به اکسش. دوله پسر پنج صبح نمیتونیم از جامون بلند شیم اسیر شدی گویا دونویس اشتباهی نوشته واسه کل بله. میشه یه تفریح ارزون معرفی کنی؟ گوزیدن دیگه، آروق، انگوش کردن دوستان. چیو انگوش کنی؟ این دار که الان هر کی جلو تو وقت رفیق دستت بود از رفیقات موقع خواب پاهامو میارم بیرون یخ که زد میبرمش تو زیر پتو. او مای گاد، او مای گاد. ارزون ترینش اینه که پتو رو بکشی رو سرت و توی خواب تفریح کنی. رویا بافی علی بدر این بده. لوبیا نخود بخور با دوست جمشید سر. فیلمش هست. آره فیلم خوردیم. وقتی میرید دستشوی در باز بذار، از دستشوی به حال نگاه. آره دیگه یکم در کلید بندازه بیاد تو. آره. از حال به تو نگاه کنه. همه اینا رو از تو کمد داداشم پیدا کردم. یس یس همه مثبت. وات دی فاک داداشش یه محل حامله کرده. اما بشنوید از پسری که 6 بار حامله شد. حامله شد. اختلاف ما همیشه همه جوره قشنگه. نه رو من فهمیدم ولی انگار نفهمیدم. منم فهمیدم. من یکم با دیلی فهمیدم. فکرهای مثبتی بزن ولی من دردم کرد. محمد جان خیلی مخلصیم، قلب منی مامان بزرگ. هشبا مامان بزرگش به نوش میگه خیلی مخلصیم. راستی محمد جان برگشتنی یه وسط اینترنت بگی کارام خوابیده همش. چش سلطا مخلصیم. مادر بزرگو مگه همونو نیستن همش نصیحت میکنم میگم پسرم فلان. احساس میکنم مادر بزرگش از اوناییه که با پیجای دختره جوان میره اذیت میکنه. با دانش آموزی که اینجوری جواب معلم رو میده و چیکار کرد؟ تمرین صفحه 94 تا 97 بررسی شد. قربان ستون همتون فشار بخونید. دختر همسایه با چادر گلگلی آش آورده برامون. آشو ولش کن واقعا گلگلی. دست دختر همسایه درد نکنه. باشی که من میبرم برای پسر همسایه. آجی این واقعا دیگه خیلی وقت سینگله. بعدیش اینجاست که کاسه چینی نیست دیگه، تا مرحله خواستگاری ادامه پیدا نمیکنه. آره اون زمانی که داداشم دانشجو بود خونه گرفت و واسه هزینه‌هاش هم گفت شاگرد خصوصی میگیره. یادم نوبت میرفتیم خونش رو تمیز میکردیم کارش رو سبک کنیم که شاگرداش خونه اومدن کثیف نباشه. آخرین بار که رفتیم خونه دیدیم این سرق رو تخت تمرین میکنه. داداش لاشی با پورت یو اس بی داشته دانشگاه. شاگرد خنگ بوده داشته درس میخونه شروع میکرده داشته میخه علم رو بر صفحه سفید دانش میکوبید. بابام دم در خونه منتظر بودیم مامانم بیاد پایین. یهو یه دختر جوان و یه آقای محسن از ساختمان بغلی با خنده و شوخی اومدن بیرون. بابام گفت میبینی چقدر قشنگه آدم با دختر شوخی. هولی شیت بابا چقدر قشنگه آدم با دختر شوخی. لب گرفت بابات. بابات اون لحظه پیلن خدا. شما کدوم شخصیت کلا قرمزی رو دوست؟ پسر خاله آقای همسایه هم بال باورتون نشه ولی کلا قرمزی تا الان نگاه نکرد. اشما اون خر نیست، اون جیگره من یارو بگم آره من خرم. بابایم حالا everybody listen and repeat با فامیل دور که با این در اگر در بند در مانند یه کاریو بگید که انجام دادنش لذت سکس رو داره. خودم گیتار. ببخشید داشت یه سوال دارم. جیش کردن وقتی داری از شدت فشار میاد. واقعا راست میگه. این دو دومی آره واقعا دو باز کردن. امیر جان در مورد این نمیخوای نظر بدی؟ نظر خاصی ندارم. به شما شامم دادن، غذاش خوب بود، ساندویچ میدادن، نوشابه دادن. اگه خیلی وقت لب نگرفتید خواستم بگم از اینجای دستتون استفاده کنید. چون سورپرایز براتون دارم. بیاید پایین. یا
نوشته خدا ازت نگذار چشامو بستم رفتم تو است داشتم دستم لب میگرفتم با به سرا لب نگیریم با همون دست قبلا باش کار دیگه میکنه با دست مخالف خب حل دیگه دستم همه کار های لازم رو میتونه انجام بده پشت بوم همسایه است حقیقتا چی هن اینا این همه دبه عرق دیگه دبه شرابه عرقه من فکر ترشیه ترشیه داداش کارخونه ترشی هم انقدر چیزه من بعد این دبه دبایی که توش مشروب درست بکنه هرچی باشه واسه مصرف شخصی نی اونجوری نگاه نکن پشت بوم نمیذارم اون چیزا رو جاش باید تاریک باشه تو گفتم دیدم میگه موقع خواستگاری تو اتاق چی میخواید بگید دقیقاً واقعا آخه خب ببین یه لحظه من اینو من باز کنم اون قدیما دختر و پسر خب همو نمیدیدن یه شب خواستگاری همو میدیدن خب یه دونه هم شبی که بالاخره ازدواج میکرد حتی خیلی هم شب خواستگاری اصلا نمیدیده پسر دختر رو شب عروسی بعد ازدواج مثلا تمام که میشد اونجا روبند رو با میکرد دختره رو میدید ولی الان مورد داشتیم که پسر رفته خواستگاری گاری حواسش نبوده به بابای عروس گفته که این شیر حمومتون رو درست کنید من اذیت میشم منو میخوای بگیری خدا خیرت یه بوس میدی تو رو خدا یه دونه چقدر بهت پول دادن که بیای منو زمانه بگی راستش بگی رفیقم کیف دوست دخترش رو یواشکی ریخته بیرون تو شلاق و نیم متر تناب پیدا کرد می‌خواست خود حتما اسب سواری می‌کرد یه فکر بد نکنی خوشبین باش تو ساواک کار می‌کنه آره برای دفاع شخصی نگهشون می‌داره مشکلات زن و شوهری ما تکس من به شوهرم جوابش بده یه ساعت کاش میگفت نخوندم اون لحظه دوست دارم گوشی رو بکوبم تو دیوار همشون همینطوری سعی کن توی دو خط همه چی رو خلاصه بنویسی کلا عمرن اگه بتونن اگه یهو با کراش توی اتاق تنات بذارن اولین حرفی که میزنی چیه کراش سلبریتیت کی امیر ببین خارجی بیلی اگه توی یه اتاق باش تن باشی چیکار می‌کنی چه حرفی بهش می‌زنی بده بزنیم سجاد تو چی امبر البته سجاد انتقام هم می‌خواد بگیره آره سر انتقام می‌خوام ببرمش ببینیم با جانی اینجوری داشیه یکی از رفقام خیلی خوبه تو آسانسور دانشگاه با کراشش تنها شده بود چیکار کرده باشه خوبه به طرف قند تعارف کرده قند آخه اسب مگه زوج تو که نسی نفسی فلمدت المعلوم علال مهر المعلوم فقط کافیه بگه قبل تو که تموم میشه این چیه هر کیم فهمید چیه اسمشو بگی تبلیغش جالب جایی از ممه خود خسته شده اید ممه خود رو تزدین کنید ممه آویز زینتی خب این بود در ویدیو امروز امیدوارم خوشتون اومده باشه اگه خوشتون اومد لایک کنید سابیاتون نره کامنت انگلیسی بذارید که سابتون نپره بچه شما دیگه حرفی ندارید عشقی کامنتتون گپ چه نگاهی فقط قلبا اونایی که کوچولو بود قلب بزن چکری تا ویدیو دیگه خدا حافظ